تیخ، پشت آبی چهره دو تیخ. تار و پود میراث هزار ساله کرمانی ها دوباره به هم بافته می شود. هودک کمی آن طرف تر از کرمان، روستای کوچک که معمولا خبری از آن بیرون نمی آید، این روزها کانون توجه علاقمندان به هنر اصیل شال بافی است. یکی از دستافریدهای بسیار ارزشمندی که در طول تاریخ همیشه به عنوان زمینه افتخار و بالندگی مردم کرمان مطرح بوده، شال کرمان بوده. شال ترمه 50 سال است که غزل خداحافظی را خوانده، اما حالا آخرین بازمانده نسل شالبافان کرمان این هنر ظریف را دوباره احیا کرده. من این شانس را داشتم که حاج علی را در روستایش ببینم. ما گفتیم واقعا اگر کسی حتی کار کوچکی را ببره پند دیگرونه ده خیانت کرده. آموزش دادیم به دخترها، خودمون به خانما تقمه شیشت آموزش دادیم. معمولا چه چیزایی میبافیم؟ ما رومیزی میبافیم، پرده میبافیم، هرچی مشتری سفارش بده. کدوم کشورها میفرستیم؟ معمولا از طریق تبریز و ترکیه و به حساب کردستان و عراق. این قصه‌ای که تبلیغ میشه برای خریدشون اون قصه هست. ما مواد رایگان در اختیارشون قرار میدیم و اون چیزی هم که تولید میکنن مال خودشون هست و ما بنا رو بر این داریم که پس از 1 سال کاری که اینا انجام میدن بیایم این دستگاه ها رو در اختیار گروه ها و علاقمندان بعدی قرار بدیم. شالبافان نوپای روستا هر هفته 50 شال ظریف را به بازار عرضه می کنند. میراث کرمانی ها که روزگاری از حیث ظرافت کرک بزهای این دیار و بافت هنرمندانش پهلو می زد به شال کشمیر، حالا دوباره می خواهد چشم ها را خیره کند.